اینو گفتن که بگو. مهران عزیز توی صحبتات به یه چیزی اشاره کردی که نویسنده ها گفتن این نقش مال توه. اتفاقا میخواستم برنامه رو از اونجا شروع کنم، بعد از اینجا شروع شد. میگن که مرد هزار چهره اصلی با تجربه پایان بندی سریالی که داشتی خود مهران مدیریه. مهران میخواست نشون بده که من هزار چهرم. این یه تعبیری بود که توی نقدهاش من خوندم، ولی اصلا اینجوری نبود. من یک شخصیتی رو شروع کردم به بازی کردن و به مرور دوستش داشتم، به عنوان یه آدمی که یک کودکی و معصومیتی درش هست و همینجوری که گفتم بی‌دفاعه. من هرگز فکر نکردم به اینکه این آدم میتونه من باشم. اینا تعابیر شخصیه که راجع به این کار میشه، حالا خیلی تعبیرا میشه، ولی این شخصیت یک آدمی بود، یک آدم بازی شدنی توسط من که ربطی به من نداشت. من اصلا هم اصلا ربط ندیم پس به خود مهران مدیری. نه. چون آخه اسم اولی یه سریال اگه جای من بودین بود، یا اون نوشته‌ای که از طرف روابط عمومی سریال شما در اختیار مطبوعات قرار می‌گرفت با همین شروع می‌شد. اسم اولیه همین مرد هزار چهره بود. اصلا کدی که ما برای سازمان دادیم با این اسم بود. من خودم یه روز نشستم فکر کردم که مرد هزار چهره یه ذره کلیشه‌ایه، و بعد فکر کردم به این اسم که اگه جای من بودی با یه علامت سوال. خب بعد چون در مدت خیلی زیادی این اسم جا افتاده بود توی مطبوعات و همه منتظر بودن مرد هزار چهره ببینن، به هر حال فکر کردیم که اگه پخش ممکنه بخشی از بیننده هامون از دست بدیم، یا اصلا مردم فکر کنن که چی شد، شاید یه کار دیگه است، یه کار دیگه بوده. در نتیجه تصمیم گرفتیم همون اسم قبلی روش بزنیم. همیشه هم که وقتی خبرهای اینچنین اتفاق میفته بلافاصله بازار شایعه هم داغ میشه. بعد از تموم شدن مرد هزار چهره برخی از خبرگزاری ها مطبوعات نوشتن که یه سانسور عظیمی در این سریال صورت گرفت و خیلی از قسمت ها حذف شد. ما اصل مطلب رو از خود مهران سوال میکنیم که چقدر سانسور وجود داشت، اصلا وجود داشت یا وجود نداشت. این کار 86 قسمت بود، 65 قسمتش حذف شد. این اولین کاری بود در طول این 15 سال که از شروع کار طنز میگذره، این نوع کاری که من شروع کردم سانسوری نداشت. یعنی به خاطر اینکه هماهنگی‌ها از قبل شده بود، یعنی ما اجازه شوخی با خیلی از مشاغل و پست‌ها رو با سازمان هماهنگ کرده بودیم، اجازه‌اش رو گرفته بودیم، متن‌ها خونده شده بود، ایراد از قبل گفته شده بود، اگر موردی بود که باید پخش نمی‌شد رو به ما می‌گفتن و ما خیلی عجیب بود و خیلی خوب بود که برگه های ایراد پخش هر قسمت که می اومد خالی بود. و اگر هم یعنی در حد جمله و کلمه که اون هم با پخش چک می کردیم و پخش می گفت اگر لطمه ای نمی خوره این کارو بکنید، یعنی اگر این سکانس لطمه ای بهش نمی خوره این کارو بکنید، اگر فکر می کنی لطمه می خوره بیای فکری بکنیم که چیکار کنیم، یعنی توی مونتاژ به یه نقطه‌ای برسیم که هم این اتفاق به خوبی صورت بگیره، همین که کار اون سکانس پخش بشه. نه اتفاقا ما مسئله ممیزی خیلی خیلی کم داشتیم. پس رسما توسط خود مهران تکذیب میشه؟ بله، چون بعضی از خبرگزاری ها میگفتن 110 دقیقه 90 دقیقه 200 دقیقه. نه بعد یه چیزی دیگه هم بگم، من خودم هم آخه تو این 15 16 سال یاد گرفتم، یعنی چیزی رو اجرا میکنم که میدونم مشکلی نداره، یاد گرفتم. اینقدر حرف زدیم، بحث کردیم و قد اتفاقات افتاده که من میدونم این چیزی که الان دارم ضبط میکنم ممکنه پخش نشه، بنابراین ضبطش نمیکنم. یه جوری خودم مواظبم که اگر راجع به شغلی حرف میزنیم به کسی بر نخوره، اگر عنوانی رو نشان میدیم برای کسی مشکلی پیش نیاد، جمله بندی ها، شکل گریم خانم ها، نمیدونم مسئله حجاب خانم ها، اینا رو من چون بلد شدم دیگه تو این سال ها خودم مواظبم، یعنی اشکالات پخش به این خاطر کم شده. مهران عزیز به شغل های مختلف اشاره کردی، حالا بعد از مرد هزار چهره شایعه این که
افراد متعددی از این پروژه اعلام شکایت کردن. یکیش که حقیقت داشت ثبت احوال شیراز، بعد صحبت نیروی انتظامی شد که نیروی انتظامی هم خیلی مکدر از قضیه، یا نمیدونم دوستان ادیب و نویسنده و اینها ناراحتن، پزشکان ناراحتن. چیزهای رسمی به شما ابلاغ شد راجع به این قضیه؟ نه، این همه اینها شایعه بود و بعضی از مطبوعات عزیزمون قربونشون برم، به هر حال ممر درآمدی است، این بازی رو راه انداختن که نمیدونم نیروی انتظامی شکایت که ثبت احوال فلان جا نمیدونم کی، اصلا اینا نبود. خب ثبت احوال که شکایت کرد ولی پس گرفت شکایت. بله شد. اون خیلی قبلتر اصلا از پخش کار بود. بعضی از مطبوعات گفتم حالا بر نخوره پدر منو در نگیره. بعضی هم دو سه تا. بعد این بود که هیچ کس مشکلی با این مضامینی که ما کار کردیم نداشت. واقعا ممکنه شخصی دلخور شده باشه، شخصی یا اشخاصی، ولی اینکه یک صنف یا یک شغل یا یک سازمان نه.